آخرین هشدار مقام های سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این افزایش روند مهاجرت پزشکان بود. اما حالا نگرانی تازه به آن افزوده شده است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. محمد رئیس ساده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفته است بخش های آموزشی پزشکی در ایران توانایی تربیت پزشکان متخصص به تعداد کافی را از دست دادند. تا حدی که ممکن است کشور تا چند سال آینده نیازمند واردات پزشک از فیلیپین و هند و بنگلادش باشد. بنابر آنچه ارزیابی های سازمان نظام پزشکی نشان می دهد، ایران ممکن است از نظر تأمین پزشک به دشواری هایی بازگردد که چهل سال پیش با آن روبرو بود. در دیدگاه شرایط کشور از نظر تأمین پزشک مورد نیاز را در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران از فرانسه بررسی می کنیم و می پرسیم پس رفت نظام پزشکی کشور به چهل سال پیش بیانگر چه تحول و نشان دهنده چه وضعیتی است. آقای توفیقی بر اساس آمار نظام پزشکی بیش از 18 هزار پزشک عمومی وجود داره که به مشاقل غیر از پزشکی مشغول هستند. چرا با چنین پدیده ای روبرو هستیم؟ اگه بخوام فقط از زاویه وضعیت پزشکان عمومی کشور به سوال شما پاسخ بدم به صورت خلاصه دلیلش توضیع نامتناسب پزشک در کشور و عدم اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده هستش طرحی که قرار بود در قالب برنامه ششم توسعه کشور اجرایی بشه و عملا مشکلات جامعه در زمینه دسترسی به خدمات پزشکی رو متعادل بکنه اما همونطور که میدونید برنامه ششم توسعه بر اساس گفته های خود نمایندگان مجلس با 60 درصد عدم موفقیت همراه بوده که این شکست شامل مسائل مرتبط با نظام سلامت کشور مانند کاهش هزینه های درمان و پرداخت از جیب مردم هم میشه علاوه بر اون توزیع نابرابر پزشک در کشور همچنان ادامه داره و اتفاقا روز به روز هم داره بدتر میشه به گونه که در حال حاضر پنج کلان شهر اصلی کشور 42 درصد پزشکان متخصص رو در خودشون جا دادن و به صورت کلی برخوردارترین استان کشور یعنی استان تهران ده برابر غیر برخوردارترین استان کشور که سیستان و بلوچستان باشه پزشک داره همه این اتفاقات در سایه ناکارآمدی نظام سلامت کشور اتفاق میفته که خودش متاثر از ناکارآمدی کلی نظام جمهوری اسلامی هست که البته فقط به مسئله سلامت و تعداد پزشکان هم محدود نمیشه روند مهاجرت پزشکان ایرانی به خارج هم به افزایش آقای توفیقی گفته میشه فقط در سال گذشته بیشتر از چهار هزار پزشک مدارک مهاجرت خودشون رو گرفتن علت تمایل به مهاجرت چیه؟ ببینید فکر نمی کنم علت تمایل پزشکان به مهاجرت چندان از دلایل کلی مهاجرت در کشور متفاوت باشه در روزهای گذشته نتایج یک نظرسنجی که توسط مؤسسه استاتیس انجام شده بود نشون میداد که حدود پنجاه درصد جوانان تمایل به مهاجرت و عامل اصلی اون هم مسائل اقتصادی ذکر شده بود جالبه که بدونید نتایج یک نظرسنجی که در داخل کشور توسط رسدخانه مهاجرت انجام شده و نتایج اون هم به تازگی اعلام شده حاکی از اینه که بیش از 53 درصد کادر درمان تمایل به مهاجرت از ایران دارن بر اساس همین نظرسنجی بی اقتصادی کشور شیوه حکمرانی و مملکتداری حاکمان موجود ناامیدی از آینده وضعیت آزادی های فردی و اجتماعی کاهش ارزش پول ملی درآمد پایین امکان شاد زندگی کردن نبود شایسته سالاری و سلامت اخلاقی در جامعه از مهمترین عوامل مؤثر بر میل, مهاجرت در گروه پزشکی ذکر شده بود آقای توفیقی سیاست تربیت پزشک در آموزش عالی ایران تا چه حد واقع بینانه است و برای نظام بهداشتی ایران چه پیامدی داشته معمولا در جمهوری اسلامی تلاش برای حل یک مشکل باعث به وجود اومدن مشکلات جدید و گاهن بزرگتر میشه به عنوان مثال در چند ماه گذشته بحث های جدی در رابطه با افزایش تعداد پزشکان در جامعه در گرفت و در نهایت هم به افزایش سالانی 20 درصدی ظرفیت آموزش پزشکی ختم شد این در حالی هستش که همون که در پاسخ سوال اول خدمتتون عرض کردم ما در حال حاضر با مشکل توزیع نابرابر پزشکان در کشور مواجه هستیم و اگر برای حل اون راه حل عاجلی اندیشیده میشد خیلی سریعتر میتونست اثرات اون در جامعه ظاهر بشه افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در حالی اتفاق میفته که نظام پزشکی به دلایل سنفی و وزارت بهداشت به دلیل محدودیت های آموزشی با اون مخالفت کردن افزایش تعداد پزشکان در حالی که نظام آموزشی ما از ظرفیت کافی برخوردار نیستش میتونه بسیار خطرناک باشه از یک طرف باعث کاهش کیفیت فارغ و تحصیلان میشه و از سوی دیگه ارائه خدمات سلامت رو با مشکلات جدی مواجه میکنه در عین حال اگر وضعیت نامتوازن توضیع پزشک در کشور به همین روند فعلی ادامه داشته باشه و های مالی و های اقامت طولانی تر در استانهای کمتر برخوردار برای پزشکان فراهم نشده باشه میشه گفت که افزایش تعداد پزشک نه تنها مشکل رو حل نمیکنه بلکه منجر به افزایش تمایل پزشکان برای مهاجرت و یا حتی پرداختن به امور غیر مرتبط با سلامت خواهد شد مقام های نظام پزشکی از کاهش تمایل پزشکان و دانشجویان به حضور در برخی از تخصصها در ایران میگند آقای توفیقی مثالش هم جراحی قلب بوده دلیل این پرهیز رو شما چی میدونید ببینید علاوه بر فوق تخصصی حتی تمایل به حضور در آموزش های تخصصی پزشکی هم به صورت کلی کاهش پیدا کرده پزشکی که وارد مرحله رزیدنتی یا همون دوره تخصصی پزشکی میشه معمولا کسیه که پس از طی 7 سال دوره آموزش عمومی و, گذراندن گزر... دو سال تر در مناطق کمتر توسعه یافته مجددا وارد یک دوره جدید آموزشی میشه دوره‌ای که معمولا چهار سال طول میکشه و با کشیک های 24 ساعته 15 روز در ماه و حتی گاهی بیشتر مواجهه اکثریت رزیدنت ها یا همون دانشجوهای دوره تخصصی متأهل هم هستند حالا تصور کنید همین فرد میزان حقوق ماهانش کفاف خرج یک زندگی دانشجویی رو هم نتونه بده متاسفانه این چیزی که من خدمتتون عرض کردم یک کابوس نیست بیان وضع موجود آموزش تخصصی کشور هستش و به همین دلیل هم به دلیل این فشارهای اقتصادی و روحی و روانی آمار خودکشی در دانشجویان رشته تخصصی پزشکی افزایش پیدا کرده عدم برنامه‌ریزی صحیح برای کاهش فشارهای اقتصادی و همینطور خستگی های شدید روحی جسمی میتونه در عدم تمایل برای حضور در این دوره ها مؤثر باشه حالا اگه بیسواتی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کلان حاصل از نظام جمهوری اسلامی رو هم بهش اضافه بکنیم وضعیت به مراتب خیلی بدتر میشه اما برخی رشته ها مثل جراحی قلب یا جراحی اطفال باید علاوه بر این پروسه‌ای که خدمتتون ذکر کردن یک دوره آموزشی تکمیلی دو تا چهار سالی دیگر رو هم بکنید پس میبینیم که تمایل به حضور در چنین رشته نه تنها نیاز به انگیزه های خیلی قوی و پشتوانه و حمایت های مالی بالا داره بلکه مستلزم وجود یک نظام کارآمد و پویا هستش که متاسفانه ما شاهدش نیستیم رئیس نظام پزشکی گفته بود که احتمالا نیاز دارن به وارد کردن پزشک از کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان و فیلیپین شما این امر رو تا چه حد محتمل میدونید آقای ببینید در بعضی از رشته ها کاملا محتمله به عنوان مثال ما همین الان هم در رشته های مثل جراحی قلب و یا جراحی اطفال با کمبودهای جدی متخصص در این رشته ها مواجه هستیم مثلا در حال حاضر ما کمتر از 250 جراح قلب در کشور داریم در حالی که بر اساس استاندارد ها به ازای هر 250 هزار نفر جمعیت ما می بایست یک نفر جراح قلب می داشتیم که یعنی حضور 340 جراح قلب در کشور این کمبودها به مرور زمان به دلیل کاهش ورود به آموزش این رشته ها و از سوی دیگه به دلیل بازنشستگی فوت و یا مهاجرت وضعیت رو وخیمتر خواهد کرد و در یک نقطه ای از زمان بالاخره ناچار خواهیم شد که یا پزشک برای این تخصص ها وارد بکنیم و یا اینکه بیماران رو برای درمان به خارج از کشور اعزام بکنیم بد نیست که بدونید هزینه های یک درمان قلب باز بدون هزینه های سفر و اقامت و مسائل جانبی بیشتر از یک میلیارد تا یک میلیاردو میلیارد و هزار تومن برآورد میشه که طبیعتا برای بخش بزرگی از جامعه قابل تأمین نخواهد بود پس این معزل در نهایت به کاهش سلامت جامعه و افزایش مرگ و میر در نتیجه بیماری های منجر میشه که قابل پیشگیری هستند فراموش هم نکنیم که به دلیل تغییرات سبک زندگی بیماری های قلب و عروق روز به روز در حال افزایش هستند آقای توفیقی همین مقام نظام پزشکی میگه شرایط ما از نظر نیاز به پزشک به چهل سال پیش پس رفته این عقب نشینی به نظر شما نشون دهنده چه وضعیت و چه تحولیه ببینید این وضعیت بیشتر از هر چیز به نظر من نشانه های یک بیماری جدی در نظام سیاسی حاکم بر ایرانه ما کشوری هستیم که اگر با توجه به امکانات سرشار طبیعی و منابع انسانی فراوانی که در اختیار داریم اگر یک حکومت لایق در این کشور وجود داشت نمی بایست در شرایط فعلی باشیم دنیای امروز با سرعت شتابانی به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی در حرکت و انقلاب فناوری افقهای تازه ای رو در پیش چشم انسان در همه زمینه ها از علوم انسانی و ارتباطات و پزشکی گرفته تا صنایع و غیره رو به وجود آورده فقیهان حاکم بر ایران به دلیل تحجر و جمود فکری عملا ناتوان از اداره صحیح زندگی مردم هستند و شرایط سختی رو بر مردم تحمیل کردند و در حالی که اونها تلاش میکنن که سبک زندگی هزار سال قبل رو با داغ و درفش بر اجتماع ما تحمیل بکنن هیچ بعید نیست که به دلیل نابخردی و بیتدبیری ما رو به روزهایی برگردونن که به دلیل کمبود پزشک ناچار به وارد کردن پزشک از هند و پاکستان بودیم پزشکانی که عملا از نظر سطح بسیار پایین بودند و در این حال به دلیل ناآشنایی به زبان فارسی از تشخیص درست بیماری ها ناتوان بودند و معمولا همه رو با نسخه های مشابهی که از قبل داخل کشوی میزهاشون داشتن درمان میکردند امیدوارم که به اون روزها بر سپاسگزارم از شما آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس فرانسه امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید ممنون که با ما همراه بودید